بلندترین شب سال را جشن گرفتند. شب آخر پاییز و اول زمستان را که چله و یلدا می نامند. آتش افروزی و پریدن از آن رسم معمولی شب یلدا است. با باور این جمع شبهای یلدا شبهای پربار و پربرکت است که تعدادی را همساله کنار هم جمع می کنند و لحظات خلق می کنند که با هیچ هزینه ای نمی توان خرید. تجلیل از همچو مراسم ها می تواند که ما را لحظات کنار هم داشته باشه تا بتانیم امی صمیمیت ما را همبستگی ما را کنار هم تجلیل کنیم و از آل روز هم دیگر با خبر شویم و بتانیم یک شب طولانی را با قصه های شیرین، حکایت های بسیار شیرین کوتاه بسازیم و فردای روشن آرزو کنیم. برپایی این جشن اما در خانه ها رونق بیشتری دارد. سفره یلدایی رنگین می شود و ساز و موسیقی هم این شب را رنگین تر می سازد. باور همین است که اگر یلدا را دور هم بگذرانند تمام سال را کنار هم خواهند بود. شب یلدا هم چون به هدامه روزهای نوروزی که افت سین و افت میوه و سبزی و تیار میکنن و آماده میسازن یا آینه و گل و سبز میمانن، شب یلدا هم به مقسم تجلیل میشد تا یکی که مردم تا آخر سال خوش باشن و خوش زندگی را بگذرانن. پلنگ سرکشم در خاک خواهد خوف. قصه‌گویی و شاهنامه خوانی اما چاشنی این شب زنده‌داری است. تا به کی پا به زنجیر کسی. خلاصه مهمان و میزبان جمعشان جمعند و شبشان گرم. در افغانستان امروزی، در خراسان قدیم یا آریانه کهن که افغانستان امروزی است، این جشن تا امروز باعث جشن یا آغاز چله بزرگ زمستانی بزرگداشت میشه در خانواده ها و در این اواخر در می سده اخیر از طرف نهادهای فرهنگی برگزار میشه. یلدا برای اکثری از افغان ها چیز بیشتر از یک جشن عادی است. این که جشن باستانی است و یکی از آیین های کهن فارسی زبان هاست و ده ها دلیل دیگه ای که با هم جمع می شوند و این شب را پاس می دارند.